در خدمت جناب باغبانی هستیم، کارشناس تغذیه. میخوایم از خواص خیلی خوب قارچ بگیم. جناب باغبانی خیلی خوش اومدید، سلام مجدد خدمت شما. بنده هم عرض سلام و خسته نباشید دارم خدمت شما و تمامی همکاران خوبتون در استودیو عصر خانواده. درود بر شما. و همینطور درود میفرستم خدمت تمامی بینندگان عزیز و همیهنان خوبمون در جای جای ایران پهناور. همونطور که استحضار دارید، خب مبحث امروز ما در خصوص قارچ یا بهتر بگم شاهکار خرقت هستش. به واسطه خواص فراوانی که در اون وجود داره، اما متاسفانه سطح آگاهی هموطنانمون از این خواص فعلا به جایگاه خوبی نرسیده. اما من این رو خدمت بینندگان عزیز اعلام کنم که قارچی که در ایران تولید میشه به واسطه تکنولوژی و دانش پیشرفته در واقع کاملا ارگانیک هستش و کشورهای همجوار به شدت تمایل دارن که این محصول رو خریداری کنن و به ملتشون عرضه کنن. چرا میدونن که این محصول یک محصولی هستش که سلامتی رو به ارمغان میاره برای جامعه و مردمشون. خدمتتون عرض کنم که افراد مختلف با مقاصد مختلف رژیم‌های غذایی متفاوتی رو در برنامه تغذیه‌شون اعمال میکنن. تعدادی از افراد هستن که همواره دنبال این هستن که یک سری خوراکی هایی رو مصرف کنن که این خوراکی ها بتونه در واقع سلامتیشون رو تضمین کنه و از بروز بیماری های مختلف پیشگیری کنه اونا رو و خطر ابتلا رو کاهش بده. من خیلی ساده خدمت عرض میکنم، قارچ به واسطه داشتن در واقع ترکیبات مختلف از جمله پروتئین ها، ویتامین های گروه مختلف که الان خدمتون عرض میکنم و همینطور مواد معدنی میتونه در ابتلا به سرطان در واقع به مصرف کنندگان کمک کنه. قارچ به واسطه داشتن اسید لینولئیک باعث میشه که سطح استروژن بانوان رو سرکوب کنه و بانوان رو از خطر ابتلا به سرطان سینه مسئول نگه داره. و همینطور یک فایده ای هم که برای آقایون داره اینه که به واسطه داشتن ماده‌ای که خاصیت آنتی اکسیدانی داره به اسم بتا گلوکان باعث میشه که آقایون از خطر ابتلا به سرطان پروستات در امان باشن. خیلی ساده بگم خدمتتون، مصرف قارچ در گام اول میتونه خطر ابتلا به سرطان سینه در خانم ها و پروستات در آقایون رو کاهش بده. همونطور که فرمودیم، خب میتونه در کنترل فشار خون مؤثر باشه. با توجه به پتاسیمی که در ساختار خودش وجود داره میتونه در واقع تنظیم خون رو بالانس کنه و اکسیژن رسانی رو به مغز افزایش بده. پتاسیمی که در قارچ وجود داره خاصیت دیگه‌ای که داره اینه که میتونه به بهبود و تقویت حافظه کمک شایانی بکنه. چقدر برای بچه‌ها مفیده؟ بله کاملا، زیرا عرض کردم سطح اکسیژن رسانی رو به مغز افزایش میده و در ادراک مطالب و تثبیت اونها خیلی میتونه مثمر ثمر واقع بشه. موضوع بعدی که قارچ میتونه کمک کنه در جلوگیری از پوکی استخوان در سنین بالا هستش. یعنی اگر ما افراد میان سالمون قارچ رو در وعده‌های غذایی خودشون بگنجونن، این باعث میشه که در آینده به علت وجود مقادیر بالای ویتامین دی و کلسیوم از ابتلا به در واقع پوکی استخوان حفاظت بشن این دوستان. خواص مختلفی تر که در خصوص سلامت جسمانی میتونه داشته باشه، موضوع بعدی درمان کمخونی هستش به علت وجود مقادیر بالای آهن در بافت خودش و آهنی که تقریبا 90% اون توسط بدن جذب میشه و در ساخت گلوبول قرمز مفید و مؤثره. اما گل سرسبد خواص و مزایای قارچ علل خصوص در روزهایی که در واقع معرض ویروس کرونا و خطر ابتلا به بیماری کووید 19 قرار داریم، به واسطه داشتن ویتامین سی بالا و یک امینو اسید به اسم ارگاتیونین باعث میشه که سیستم ایمنی بدن افراد مصرف کننده قارچ بسیار تقویت بشه و این سیستم دفاعیشون در مقابل بیماری‌های مختلف ازشون محافظت کنه. و توصیه میکنم علاوه بر رعایت پروتکل‌های بهداشتی در خارج، حتما مصرف قارچ رو
در سبد غذایی هفتگیشون قرار بدن تا بتونن از محاسن این برای تقویت سیستم ایمنی بدنشون استفاده کنن. ممنون از شما جناب باغبانی. دیگه وقت ما رو به اتمام هست، یعنی باید بریم پیام‌های بازرگانی رو ببینیم برگردیم. نرگس فرقانی اسم قشنگی روی این قارچ گذاشته، میگه چتر سلامتی، و ما امروز متوجه شدیم که قطعا این قارچ چتر سلامتی میتونه باشه تو سبد تغذیه‌ای خانواده ها. ممنون از شما.